سرخط خبرها بوم جدید و قدرتمند نیروهای قسام بلای جان سحیونیست ها حملات گسترده حزب به مناطق مختلف در شمال فلسطین اشغالی و پیام انتخابات های غرب از نگاه رئیس پارلمان روسیه استفاده هیدن به نام خدا سلام به این دسته خبری از پیک خوش آمدید. فعالان فضای مجازی با انتشار یک کلیپ ویدیویی به کارگاه های ساخت سلاح نیروهای قسام اشاره کردند. به نقل از خبرگزاری میر فعالان فضای مجازی با انتشار کلیپ های نیروهای قسام تاکید کردند که در این کلیپ بوم های جدی رزمندگان فلسطینی نشان داده می شود پیش از نیز نیروهای قسام خمپاره های روسی از نوع پی جی هفت وی آر را تغییر داده و یاسین 105 را از آنها تولید کرده بودند بوم هایی که در کلیپ ویدیویی تازه که القسام نشده نشان می‌دهد که در واقع این بم ها خمپاره 105 میلیمتری چینی هستند که قدرت انفجاری بسیار بالایی برای منهدیم کردن چانک ها دارند. در همین حال منابع رسانه ای امروز دوشنبه از حملات شدید حزب الله لبنان به مواضع مختلف سهیونیست ها در شمال فلسطین اشغالی خبر دادند. شبکه المیادین گزارش داد که اطراف شهرکه دو ویو در شمال فلسطین اشغالی هدف حمله مستقیم از خاک لبنان قرار گرفته. در همین روز حزب الله لبنان نیز اعلام کرد که مجاهدین ما پایگاه از در تپه های اشغالی کفر را با گلوله توپ هدف قرار دادند. مقاومت اسلامی لبنان همچنین اعلام کرد که مجاهدان ما ساختمان مورد استفاده نظامیان اشغالگر را در منطقه رامود نفتالی با سلاحهای مناسب هدف قرار دادند در بیانیه حزب الله لبنان آمده است که این حملات در پاسخ به حملات اسرائیل به روستاها و خانه های امن در جنوب لبنان و در حمایت از غزه انجام شد. همزمان ارتش رژیم صهیونیستی نیز در حمله پهپادی شهرک ایترون در جنوب لبنان را هدف قرار داد. طی چند هفته گذشته با شدت گرفتن تنش در مرز لبنان و فلسطین اشغالی و تداوم حملات مشکی و توبخانه حزب الله به موازه رژیم صهیونیستی ترس و نگرانی صهیونیستها از احتمال وقوع جنگ دیگر در کنار ادامه جنگ در نوار غزه بیشتر شده است به همین دلیل مقامات این رژیم تهدیدهای توخالی خود علیه لبنان و حزب الله را تشدید کردند به گزارش ایرنا با آغاز عملیات طوفان الاقصا توسط گروه های مقاومت فلسطین حزب الله لبنان در راستای سرگرم کردن بخش از نظامیان صهیونیست در شمال فلسطین و کاهش فشار بر مقاومت در غزه اقدام به انجام عملیات روزانه و سنگین علیه اهداف رژیم صهیونیستی در داخل خاک فلسطین کردنستند. از ابتدای عملیات حزب الله در شمال فلسطین اشغالی، شمار زیادی از شهرک نشینان صهیونیست در این منطقه ناگزیر به ترک خانه های خود شدند و بر اساس گزارش و رسانه های صهیونیستی، بیشتر ساکنان مانده در این منطقه از مشکلات روحی و روانی رنج میبرند. رسانه های رژیم صهیونیستی نیز به هزینه سنگین جنگ برای این رژیم در همه زمینه ها از جمله اقتصادی در شهرک های صهیونیست نشین شمال فلسطین اشغالی و به ویژه بخش کشاورزی اسان کردند. رئیس دومای دولتی فدراسیون روسیه اعلام کرد که شکست سران کنونی ایالات متحده و کشورهای اروپایی در جریان انتخابات حاکی از آن است که شهروندان این کشورها با سیاستهای در حال پیگیری در این کشورها موافق نیستند و خواستار استعفای رهبران کشورهای خود هستند به نقل از داس ویچسلاو ولادین در کانال تلگرامی خود نوشت نتایج فرایندهای انتخاباتی هفته گذشته در ایالات متحده آمریکا با شکست جو بایدن رئیس جمهور این کشور در مناظره به پایان رسید و در فرانسه نیز حزب امانول مکرون شکست خورد و در انتخابات پارلمانی سوم شد رئیس دومای دولتی روسیه با بیان اینکه این, این نتایج تصادفی نیستند خاطر نشان کرد شهروندان ایالات متحده و فرانسه در انتخاب خود به دنبال یک سیاست ملی برای توسعه اقتصاد کشور خود هستند و از نیاز به حل مسائل امنیتی جهانی صحبت میکنند والادین در ادامه نوشت که بایدن حتی برای مردم خودش هم سمی شده است اطرافیانش فکر میکنند که چه چگونه او را از فهرست نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا حذف کنند وی یادآور شد که در روزهای آینده انتخابات پارلمانی در انگلیس برگزار خواهد شد ولادین معتقد است پیش بینی ها به نفع حزب محافظه کار حاکم نیست وی تاکید کرد سیاستمداران کشورهای غربی باید دلیل را در درون خود بسنجند آنجایی که بایدن ماکرون اولاف شولز و ریشی هر کاری برای از بین بردن ثبات در جهان لازم بود را انجام دادند دوما نام پارلمان کشور روسیه است نمایندگان دومای دولتی بر اساس رأی شهروندان فدراسیون روسیه به مدت پنج سال انتخاب می شوند. طبق قوانین روسیه طرح یا لایحه‌ای که در دوما تایید می شود و پس از امضای رئیس جمهور اعتبار قانونی پیدا می کند لازم الاجراست پاول مراویکو معاون اول شورای امنیت ملی بلاروس با اشاره به استقرار 20 هزار نفر از نظامیان ناتو در نزدیکی مرزهای این کشور تاکید کرد که در صورت تهدید کشورمان آماده استفاده از سلاح هسته ای هستیم به گزارش بامداد دوشنبه از خبرگزاری نویسی مراویکو با بیان اینکه ارتش بلاروس در زمینه استفاده از سلاح اتمی تکتیکی آموزش دیده است گفت که نیروهای مسلح ما در صورت تهدید حاکمیت بلاروس آماده استفاده از سلاح‌های اتمی هستند وی در ادامه اظهارات خود خاطر نشان کرد که ما یاد گرفته ایم که چگونه با اطمینان از این سلاح‌ها استفاده کنیم و مطمئن باشید که اگر خطری برای حاکمیت و استقلال کشورمان ایجاد شود این کار را انجام خواهیم داد معاون اول شورای امنیت ملی بلاروس در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه ده گردان ناتو در مرزهای ما در کشورهای عضو ناتو مستقر شدهاند اظهار کرد که مجموع نظامیان ناتو که در حال حاضر در جوار مرزهای ما مستقر هستند به حدود 20 هزار نفر میرسد مراویکو همچنین با اشاره به اینکه نیروهای مسلح بلاروس در حال مطالعه تکنیک ها و تمرین های نیروهای ناتو هستند گفت که استقرار نظامیان ناتو در نزدیکی مرزهای بلاروس باعث شده که ما تمامی اقدام های آنها در کشورهای همسایه را از نزدیک زیر نظر داشته باشیم معاون اول شورای امنیت بلاروس بیشتر نیز گفته بود که کارشناسان این کشور از مهارت کافی برای استفاده از تسلیحات تکتیک هسته یه هسته روسیه برخوردارند وی در مصاحبه با شبکه یه تلویزیونی یه STV اظهار کرد که اگر آنها فکر میکنند که ما قادر به استفاده از این تسلیحات نیستیم باید به با آنها هشدار بدهم که با این افکار بیمهابا سعی نکنید توان بلاروسی ها را در استفاده از چنین تسلیحاتی بیازمایید مراویکو این اظهارات را در پاسخ به کریل بودانوف رئیس اداره اطلاعات وزارت دفاع اوکراین بیان کرد که گفته بود نیروهای بلاروس قادر به استفاده از تسلیحات هسته ای نیستند و هفته تو پنجمین نشست سالانه سازمان پیمان اتلانتیک شمال ناتو در بحوه فراخان آمریکا برای حضور گسترده کشورهای عربی که پرسش هایی را در خصوص دلیل مشارکت کشورهای عربی و فایده و امکان آن در سایه روی کرده ضد روسی ناتو و همچنین تناقضات و اختلافات آن در مورد پرونده غزه از زمان آغاز جنگ در نه ماه پیش به وجود آورده است به گزارش شرق کارشناسان بر این باورند که این دعوت به دلیل تشدید تنشها در منطقه یعنی انجام می شود و ممکن است شامل تلاش آمریکا برای قطبندی و ظاهر شدن به عنوان یک اتحاد قوی تر در مقابل رقیب خود یعنی روسیه باشد ممنونیم از اینکه تا پایان یعنی این بحثی خبری با ما همراه بودید